وقتی پاهایت چنان خستند که به زور راه می روی، یک رانده دیگر مبارزه کن. مردی که تنها یک رانده دیگر مبارزه می کند، هرگز شکست نخواهد خورد. اگر باور داشته باشید، می توانید کاری را انجام دهید، بدون هیچ شکی، قدرت انجامش را خواهید داشت. برای پولدار شدن، قبل از داشتن یک شغل خوب، باید ذهن ثروتمند داشته باشید. اگر نمی توانید پرواز کنید، بدوید. اگر نمی توانید بدوید، راه بروید. و اگر نمی توانید راه بروید، سینه خیز بروید. هر کاری که انجام می دهید، باید به سمت جلو حرکت کنید. پرسودترین سرمایه گذاری که تا کنون در طول تاریخ صورت گرفته است، سرمایه گذاری روی علم و دانش است. هر کس قادر باشد، قابلیت تملک کامل ذهن خود را به دست آورد، قابلیت تملک هر چیز دیگری در دنیا را نیز می تواند به دست بیاورد. بسیاری از شکست‌های زندگی به این دلیل بوده که افراد متوجه نبودند زمانی که تسلیم شدند چقدر به موفقیت نزدیک بودند. به شدت معتقدم 10% زندگی چیزهایی است که اتفاق می‌افتد و 90% بعدی واکنش ما در برابر آن اتفاقات است. نبرد زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی یابد، بلکه دیر یا زود برد با کسی است که بردن را باور دارد. محال است آدمی بتواند بیش از آن که توقع دارد را به دست آورد، زیرا انسان در بند توقعات خیش است. انتظارات خود را وسعت ببخشید تا آسمان را به زمین بیاورید. انسان باید یک ویژگی داشته باشد تا پیروز شود. و آن ویژگی، روشنی هدف، آگاهی از آنچه که می‌خواهد و سوختن در آتش اشتیاق برای به چنگ آوردن آن است. اجازه ندهید صدای درون، قلب و شهود شما را خاموش کند. ندای قلب شما از قبل می‌داند واقعاً چه می‌خواهید. همیشه آغاز راه دشوار است. عقاب در آغاز راه پر می زند، اما در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است. آرزویی که در قلبتان دارید، شاید بزرگتر از محیطی باشد که خودتان را در آن می یابید. گاهی لازم است از آن محیط خارج شوید تا آرزویتان به وقوع بپیوندد. خود را با آنچه تا کنون به دست آورده اید محک نزنید، بلکه با آنچه تواناییش را دارید بسنجید. بزرگترین و مهمترین کشف تاریخ بشریت، کشف قابلیت تغییر زندگی انسان فقط با تغییر افکارش است. تنها کسانی می توانند کارهای بزرگ انجام دهند که به قدرت ذهن خود ایمان داشته باشند. داشتن بالاترین سطح انتظار کلید موفقیت در هر چیز است. بزرگترین افسوس‌های شما در مورد کارهایی خواهد بود که هرگز انجام نداده اید.
خواستن نقطه آغازین تمام هدف هاست، نه امیدوار بودن، نه آرزو داشتن، بلکه یک خواستن شدید از اعماق قلب که به انسان قدرتی نامحدود می دهد. در ضمیر ناخودآگاهتان هر آنچه را بکارید، روزی تبدیل به واقعیتی در زندگیتان خواهد شد. شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد. اگر می خواهید بهتر شوید، باید خودتان را هول دهید. اگر خودتان را هول دهید، زمین می خورید و باید بدانید زمین خوردن بخشی از زندگی است. وقتتان محدود است، پس با تقلید از سبک زندگی آدمی دیگر هدرش ندهید. اگر هدف شما فقط ثروتمند شدن است، خودتان را خسته نکنید، هرگز به آن دست نخواهید یافت. اما اگر هدف اصلی شما لذت بردن و بهتر کردن زندگی دیگران باشد، باید منتظر ثروت بزرگی باشید. زمانی که شروع به نوآوری می کنید، باید خودتان را آماده کنید که همه شما را دیوانه خطاب کنند. اگر فقط برای پول کار کنید، هیچگاه آن را به دست نخواهید آورد. اما اگر به کاری که می کنید عشق بورزید و مشتری اولین چیزی باشد که به آن اهمیت می دهید، آنگاه موفقیت و ثروت را به سمت خود جذب خواهید کرد. اگر فکر می کنید می توانید، پس حتما می توانید. و اگر فکر می کنید نمی توانید، پس حتما نمی توانید. در هر صورت، حق با شماست. اگر فقط روی چیزهایی کار کنید که دوست دارید و برای انجام دادن آنها اشتیاق زیادی دارید، دیگر به برنامه جامعه بلند مدت نیاز نخواهید داشت. همه چیز کم کم خودش درست خواهد شد. اینکه ما راهی نمی بینیم، به این معنی نیست خداوند راهی ندارد. شما در مشکلاتتان راه حل‌های خداوند را نادیده گرفته اید. هر اندازه قدرت احساسات مثبت شما بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای جذب چیزهای مورد علاقه‌تان خواهید داشت. گاهی برای چشیدن خوشبختی و ثروت، باید به دنبال دلتان بروید و اهمیتی ندهید دیگران ممکن است چه فکری کنند. کسی که از شکست می ترسد، حتما شکست خواهد خورد. برای فکر کردن زمان بگذار، ولی هنگامی که وقت اقدام کردن رسید، فکر کردن را کنار بگذار و وارد عمل شو. به تمام دلایلی که فکر می کنید موفق نمی شوید فکر نکنید. فقط به یک دلیلی فکر کنید که می دانید موفق می شوید. اگر قسمت ناخودآگاه مالی شما برای رسیدن به موفقیت تنظیم نشده باشد، هیچ چیزی یاد نمی گیرید، هیچ چیزی نخواهید دانست و هر کاری که می کنید منجر به ایجاد تفاوت نمی شود. من معجزه‌ای را که از خداوند طلب می کردم، خودم در زندگیم رقم زدم. یادت باشه، از این نترس که متفاوت باشی، اتفاقا از این بترس که یکی مثل بقیه باشی.
دنیا به اندازه کافی آدمای استاندارد شبیه هم داره. پیروز و سربلند باشید.